Assalomu alaykum domloy aziz. Man shunidam ki namozi qazo shavad, farz mekhoni, sunnat nemekhoni. Durust ast uni. Albatta namoz ki qazo shid, faqat hamu farzosh mekhonin u digar sunnata nemekhonin. Yani farzha qati namozi vitr khonda mishad u khalas. Digar hosh khonda nemishavad. Assalomu alaykum boboy domlo. Khoish mekunam bo in savoli man javobi durustar javob dehed. Agar padar pisar ro biguyad ki ba bozor rav, پسر بگوید که وقتی نماز شده است، من به نماز می روم، آیا این ناگبگیری می شود؟ البته مثال پدر و مادر پیش از آنه که مثال فرزند پای کار می گیرند، اگر فرزند گوید که مثال پدر وقتی نماز شد، من باید که رفته اول نماز خوانم، بعد از پای مثال سخن شما شوم، پدر گوید مایلش بچم همراه بچه خود باید که به مسجد آمده نماز خواند، این افضلتر و بهتر است. لیکن اگر ضرور باشد پدر بیمار است یا دیگر مثال وقتی فرزند نماز خواند بعدن مثال شاید که یگان فلاکت و یگان بیماری پدر زیاد شود یا یگان تشویش باشد، این صورت فرزند سخن پدر مثال قبول میکند، به مسجد نمیاد و رفته از پای مثال همان بازاری پدرش میشود. لیکن اگر هیچ مثال کار نباشد، هیچ مثال تشویش نباشد، بیماری نباشد، باز بازم این پدر گوید که بگذار همون مسجد از پای مثال سخن من شو، اینجا هم از پای سخن پدر می شود، لیکن گناهکار پدر است. دوم الله اکبر چند معنا دارد؟ خیمون الله اکبر از همه معنای مثال ساده و عیانش همین است که خدا بزرگ است. الله اکبر این بزرگی را می دهد، خدا بزرگ است. از همه ساده و عادیش همین است. السلام علیکم داملای عزیز. بجای برابرم از نام یک مخلصی شما. داملای عزیز و بجام برابرم از نام یک مخلصی شما. یکم بعد سنت پیشین تا انتظار جماعت فرض نفل گذاریدن ممکن است یا نه؟ اگر گذار چی می شود؟ یعنی بهترش که نگذارد. مثال سنتی پیشینه که خواندین، سنت همین است که تا فرض پیشین با ذکر مشغول شوین. مثل سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، با این مشغول شوین، این بهتر است، اینش نزدیکتر است با سنت. لیکن اگر دل شما قرار نگرفت و بعد یا اگر یگان مثال نمازهای قضایی را اگر خوانین، یعنی این گناه نامده است در مسئله، لیکن اگر خواندینم نخواندنش بهتر، همون نخواندن بهتر است، همون ذکرها تو نکنین تا نماز فرض. بعد مثال فرض خواندن و سنت پیشین خواندن، انا مرحمت تا عصر دیگر فرض داری نفل داری، اینش بهتر است. درباره تسبیحات گفتید، اما در تسبیحات نام اولا و نام محمد ذکر شده است، از این خاطر در روی مالیدن ممکن است یا نه؟ البته وقتی که اگر تسبیح هایی که داریم، مثال بعضی آدم تسبیح میگرند، تسبیح میگرداند و بعد همون تسبیح ها را در روش میمالد، این گناش اینش سنت نیست، این بدعت است. این مالیدن در رو معنی ندارد. چی در کار؟ مثال تسبیح را میگیری و در چهرت میشکی میمالی، یا اینکه مثال اونا ختم خوجا میکنند، سنگی بسیار را میگیرن، تسبیح میگردونن و بعد همون سنگا را میگیرن بوسه میکنن، این حرام است. سنگ بوسه کردن حرام است. حضرت عمر میگه وقتی که طواف خانه کعبه میکردن، همون سنگ حجرالاسود که حاجی ها وقتی زیارت میروند و سر خدا مثال میدرارن، همون سنگ سیاه را بوسه میکنن. حضرت عمر میگه سنگ بوسه کردن و گفتن ای سنگ، گفتن با خدا قسم من دیدم که پیغمبر تو را بوسه کرد و الا من به تو احتیاجم ندارم و تو را بوسه هم نمیکنم. یعنی هیچگاه یکی قبر بوسه کردن، یکی سنگ بوسه کردن، اینا حرام هستند. اینا را نه در دیده هاتون بمالین، نه بوسه شون کنین. تسبیح گردونی تمام کشالش کن یا درمون پیشت بگذارش. سیوم مرد زن میگیرد و زن اولش مرده است، میگویند که در بالای قبرش برده آب ریزید. چی معنی دارد؟ آیا روا است؟ نه، دروغ است. اینا بیچاره چند کس ما را گفت. یک سال
حالان که عده پایستن از برای زن است. این حقوق شوهر بلندیش نشان میدهد که وقتی که اگر شوهر از دنیا گذشت، زن باید که 4 ماه و 10 روز انتظاری میکشد، بعد 4 ماه و 10 روز و شوهر میکند. لیکن برای مرد عده نیست، یعنی زنش که مرد حقوق دارد کدام روزی را که برای خودش انتخاب، اگر فرداش هم که زن بگیرد و گناهگار نمیشود، اگر 3 روز پس هم که زن گیرد گناهگار نمیشود، 1 هفته پس هم که زن گیرد، 1 ساعت بعد هم که زن گیرد گناهگار نمیشود. یک آدم بیچاره گفت که 1 سال مرا گفتن در محله مان که میستی پنجشنبگی های زن تا تمام میکنی، بعد 1 ستیل است یا که ممکن یکان ماشین آب است میبری در بالای قبر همو زنک میریزی، دلی او را ای دنیا خنق میکنی، بعد زن میگیری. باور که نمیرون همین آدمی با عقل نخواه میرو باور کنن. اینا باور کنه یک خنداور است، نخواه که مثال در بالای قد دلی او را ای دنیا چی خنق میکنی دیگر. او کیها مردگی است بیچاره، او دیگر در او جسد اگر 1 سال پس برای او را خاک شیدگی است، او را گجاشه دیگر خنق میکنی. اینا دروغ هستند، اینا را باور نکنی. برای مرد خدا اجازه داده است که یکی میخواهد زن گرفتن بگیرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما یک گروه به نماز جماعت خانی به کلاب می آمدیم. مرد قرآن خانه به ما چنین گفت که سگ ما و جای دیگر می جکیم. چی می شود بابای داملو؟ مرا با تمسخر کردن شما در حد همین خیل آدم چی می گویید؟ با سلام یک گروه مخلصان شما. حکو قرآن خان بیچاره، بسیاری قرآن خانی هستن که رسول اکرم میگوید بسیاری قرآن خانی هستن که همون قرآن هم به اونها لعنت میگوید. حکو قرآن خانی دلیلی او را ندارد که ترا از نماز جماعت آمدن من میکنن. برادرها از دوشنبه میآیند، از حصار میآیند، با امید ثواب میآیند که چند قدر راه زیاد طی کنیم و امر معروف گوش کنیم تا که در نامه اعمال ما خداوند ثواب بنویسد. خدا رحمت کند محمد صاحب ایرانی را میگوید در سخن گفتن خطای جاهلان پیدا شود، تیر کج چون از کمان بیرون رود رسوا شود. همین آدم جاهل از سخن گفتنش علاقه شما میفهمید. همین سخنی که وای گفت ای علامت جاهلی وای نشان میدهد، علامت بیعقلی و بیعلمی همو آدم را نشان می دهد. که یک آدمی که سعی دارد، کوشش دارد که رفته در یک مسجد نماز جماعت خانم، امر معروف گوش کنم، با این گونه مثال سخنهای قبیح پیش راه او را می گیرد. محمد صاحب ایرانی می گوید مخور صاحب، خدا رحمتش کند کلیاتش نزد ما هست، مخور صاحب فریب فضل امامه زاهد. امامه زاهد گفته سلده را میگن، میگد که از همه سلدارا فریب سلدارا نخور. میگد مخور صاحب فریب فضل، فضل گفته سلده کلان را میگن. مخور صاحب فریب فضل امامه زاهد که در گنبد بی‌مغزی صدا بسیار میپیچد. همی گنبد زبین میگه یک گنبد کلان نه که درنش خالی های ها بگو ده بار ها 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 میگن. همو کله همو آدم هایی که این گونه سخن ها را میگن و سله ها در تاری سجده هم مثل گنبزی هم خالی هستی چی ندارن اونا. السلام علیکم داملای شیرین سخن. ممکن است که در سر منزل سنگ با صورت مانند، التماس جواب پر را بید. نه عن یک عن یکتب علی القبر شیئون، یعنی در سر قبرها سنگ با صورت ماندن یا سنگی که اگر در او چیز نویسانده باشد، اینها را پیغمبر نهی کردن که در سر قبرها شما سنگهای صورت دار و سنگهایی که مثال در او مصرهای شعری و دیگر تولد و دیگر نویسانده هستین، اونها را پیغمبر یعنی نویساندنی در سنگها را من کردگی هستن در حدیث ها. از این خاطر همون سنگی که میبرین میمانین مایلش همون را گذاریم برای یک نشانه در بالای همون قبر مثال پدرت مادرت
بگذار ایستد، لیکن دیگر وای مثال نقش نگار کردن و اطرافی او را مثال دیوال کردن و دیگر اینهاش رخصت نیست در اسلام، همه اینا اسراف میشوند. بسیار خوب میشود در همون نزد درخت مثال هم پدر تا مادر تا یک درخت بشینان، یک درخت شینان هم را آب تا مثال همون ثبت شود، دعای مثال همه هم ذکرگو میشود، همه هم یک یاردمچی برای همون قبر پدر مادر شما میشود. این بهتر است از این قدر مثال عمارت هایی که در بالای قبرها میکنه. امروز باز این حکومت خودش به ذمه گرفته است مثال آبادی قبرستان ها را همون خودشان میکنن، آینده آیسا آیسا درخت هم میکنن، راه هم میکنن، البته آباد میشن. حاجت دیگر به همین سنگ های نویساندن و صورت کردن ما و شما نیست. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.